د له یو بخول کې خدای په نامه السلام علیکم. بیکاری بیا هم یو شمیر افغانان د مرګ کومې ته ورسول. ویل کېږي چې په افغانستان کې د کار نشتون یو شمیر افغانان اړ کړي چې په ناقانونه توګه بهرني او په خاصه توګه ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. چې څو ورځې وړاندې هم یو شمیر افغانان چې غوښتل په ناقانونه توګه ایران هیواد ته لاړ شي، خو په پوله کې د ایراني عسکر لخوا تر برید لاندې راغلل. ویل کېږي چې د 2014 کال په رانږدې کېدو سره او د حکومت لخوا د بیکاره کسانو لپاره د کارموندنې د مشخصې تګلارې نه درلودل سبب شوی چې یو زیات شمیر خلک په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته مخه کړي. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد سید مسعود، لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان، او پولیس شرکې کې د فراد خلکو استازي اغلې حمیره ایوبی. تاسو ټول ستړي مشه بخیر اغلې. خانم ایوبی، تر آغاز به شما مې واقعي حادثه کې در فرا رخ داده معلومات اخیر چیست؟ ای افراد کی بودن و میخواستن به ایران به خاطر چی بروان؟ بله، سلام عرض ادب دارم حضور بیندای محترم تلویزیون طلوع و شما. یک تعداد افغانای عزیز ما که اینا از ولایت مختلف افغانستان بودن، روز جمعه میخواستن که از مرز افغانستان که در بنام مرز میلک یا مرز شغالی میگن اونجا را، بله، تیر شوند به طرف ایران. با تاسف یک تعدادشان کشته و یک تعداد زخمی شدن. اینا از ولایت های مختلف افغانستان بودن. مردم از زیادتر کسایی که زخمی هایشان به شفاخانه ولایتی فرا انتقال داده شدن، اینا از هرات بودن یک تعداد و یک تعداد هم از تخار بودن. یعنی از ولایت های مختلف افغانستان که در حدود او چیزی را که ما پرسان کردم از زخمی هایی که در شفاخانه بستر بودن، میگفتن که تعدادشان بین 300 تا 350 نفر است. ولی چیزی را که ما از رسانه شنیدیم گفتن که بلندتر از 100 نفر است. ولی ما زبان از اونا میگم که گفتن از 300 تا 350 نفر بودیم ما، بله، که شبانه ما اشخاص به نام صلاحی ما را از مرزا تیر کردن و بر ما گفتن که شما را که از مرز تیر کردیم کسی بر شما مزاحمت نمیکنه. و ما با او طرف مرز با پلیس سرحدی از نا صحبت کردیم. با تاسف زمانی که اینا میگذرن از مرز، ما دیدیم که باید یک حالت اینا روبرو شدن و اعتداد جانشان از دست دادن. گزارش ها چیست که این افراد چرا میخواین به ایران برن؟ هنوز هم یک دسته جمعی 300 نفر 400 نفر به طور غیر قانونی میخواین به ایران برون؟ خب ما رفتن افغان ها را به ایران دو چیز میدانم. یکی مسئله ناامنی است که واقعا بعض مردم به خاطر ناامنی مناطق مختلف افغانستان اینا میخواین که از افغانستان به هر شکلی که میشه براین، چی از طریق زمین و چی از طریق هوا، بله. و یک تعداد هم به خاطر مشکلاتی که در افغانستان به حساب کار است. مسئله کاریابی امروز به یک چالش بسیار بزرگ در افغانستان تبدیل شده. با تاسف جوانای ما به خاطر به دست آوردن یک مشت پول برای شکم سیر کردن فامیلشان و اولادایشان مجبور هستند اینا از هر طریقی که شده خود به کشورهای خارج برسانند و برای به دست آوردن مقدار پول اونا کار کنند، زحمت بکشند و این واقعات صورت میگیره. تشکر، انشاءالله برمیگردم. استاد، یک مسئله دیگه گفته میشد در افغانستان با نزدیک شدن 2014 که یک تاثیر خود بالای ذهن مردم داره، و در کنار از این طور هم گفته میشه که بعض شرکت ها یا موسساتی که بودن هم بودجه شان کم شده و افراد خود یا کارمندای خود کاهش دادن، کم کردن، برطرف کردن. این سبب شده که یک تعداد مردم رو بیارن به طرف کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی به طور غیر قانونی. حالا چی فکر میکنید که این مسئله اگر واقع داشته باشه چقدر نگران کننده است؟ به اقتصاد افغانستان چقدر ضربه وارد کرده میتونه و راه جلوگیریش چیز به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر دوستان عزیز ما و سلام بر مردم. خدمت هر شما که عمدتاً آمد آمد 2014 نزدیک است و رفتن رفتن خارجی هم نزدیکتر از 2014. در پالوی افزایش نگرانی هم فوق العاده زیاد و در تئوری روانی هم آنقدر فشار میده در حقیقت مردم که در حقیقت حرکات کوچکترین حرکات اخباری باعث بی جای شدن و باعث مهاجرت میشه. شما که توجه کرده باشین ما عمدتا به دوی سیر 2014 را میتونیم که در دو دلیز بحث کنیم. دلیز اولیه که ما در حقیقت نگرانی ها داریم و در دلیز دومی که ما در حقیقت کاستی مدیریتی داریم. به این معنا که ما از سال 2001 تا امروز سالهایی نبودیم که همه ساله ما در حقیقت مهاجرت افغان ها به خارج یا مثلا به جای شده داشته باشیم. ما فقط از سال 2004 بعد آرام آرام دوباره مهاجرت آغاز کردیم.
از 2004 به بعد ما کوچکشی ها را آغاز کردیم و از 2004 به بعد ما یک نوع سکوت آمدن مهاجرین از بیرون برای در افغانستان دیدیم. در سال 2001 تا 2004 ما سیل از آمدن ها را داشتیم، سیل از باوربندی ها را داشتیم و این مالان داشت که مدیریت درست حرکت میکرد، باورمندی مردم زیادتر بود با آینده و در حقیقت نمی حرکت های تمدنی هم ایجاد میشد. شما توجه که باشین که عمدتاً حرکت های ما تنها حرکت های اقتصادی نیست، معنی که من بیخی مخالف از هستم که ما تنها مردم افغانستان او مردم است که تنها از خاطر اقتصاد بجنگن، از خاطر اقتصاد میمیرن، از خاطر اقتصاد زنده میشن و از خاطر اقتصاد کوچ میکنن، بلکه عمدتاً جهش های تمدنی هم بسیار عمده است. شما که توجه کنید در جایی که زندگی خوب باشه، در جایی که در حقیقت آسایش باشه، در جایی که آرامش باشه، در جایی که امکانات رشد موجود باشه، در جایی که فضای زندگی موجود باشه، شما حرکت میکنید. مثال داخلی چه فکر میکنید که شهر کابل باشه که سراسر افغانستان هجوم آورده؟ نه تنها کابل، ما متاسفانه در افغانستان دوستاش من اسلام میکنن، ما در چند نقطه انفجار نفوس میبینیم، در چند نقطه انفجار نفوس و در اکثریت از در افغانستان خالی شدن سکنه رو میبینیم. این یکی از بدترین حرفا است که وقت ما مستقیما به آقای رئیس جمهور مطرح کرده میره. شما ببینید که ما در کابل، در هرات، در مزار شریف، جلال آباد و طرف های جنوب در خوست یا پکتیا ما در حقیقت انفجار نفوس میبینیم. شما بالاتر از 5.5 میلیون نفر که حال سایه مرکزی میگه که در افغانستان است، در کابل است، چگونه کابل با این خورترکی، با این امکانات کوچک و با این گپا و با این مکتب و با این شفاخانه میتونه که انجام بده؟ شما هرات ببینید انفجار میکنه، شما ببینید مزار انفجار میکنه، ولی در پالوش سکنی از غزنی، سکنی از مرکز از دایکندی، شما ببینید در پالوی دریای ایلمن که بار از دایکندی باشه از اونجا کوچ از خاطر بیابی صورت میگیره، از پالوی دریای کوکچه کوچ به خاطر بیابی صورت میگیره. معنا داره که ما مدیریت درست نکردیم. موقعی که ما تولید اس میتیم، موقعی که ما کار اس میتیم، ما در حقیقت نوع از لحاظ اقتصاد منطقوی، ما در حقیقت اونم رشد اساسی اقتصادی را اس میتیم و تمرکز نفوذ از باز میتیم. متوجه باشین که اقتصاد منطقوی زیادتر سر چگونگی تمرکز نفوذ در جای و شهرسازی مطرح میشه. ما عمدتاً شهرسازی را نمیکنیم و دهسازی را هم از بین بردیم و در حقیقت دیر از بین میبریم. شما امیر من برای من نشان بده کسی که در یک ولسوالی، در یک جای، با وجودی که ما میگیم که پیشرفت زیاد کردیم، امکانات زندگی معاصر قرن 21 خواهیم نداریم، امکانات زندگی قرن 19 هم برای ما نشان بدین. ما در اینجا بدترین حالت شرایط وارد داریم که متاسفانه که این مدیریت ضعیف بوده که ما چنین کار انجام میده. از این لحاظ است که موقعی که ایران که همین لحظه تحت بحران قرار داره و تحت حملات آمریکا قرار داره و هر روز امکان داره که جنگ شوه، مردم نظامی پالوی دریای کنر، دریای ایلمند شما میگروزه به ایران میرن و ایرانی ها از لحاظ امنیتی میزنن و حق ملیشون است، ولی ما حق ماست که زندگی کنیم. ما میگروزیم. چرا میگروزیم؟ ما در این امکانات ایجاد نتونستیم. شما ببینید که اقتصاد ما ضعیف میشه. ما در گوری خود چند چیز میتیم. اول سرمایه گذاری با هر کس انجام دادیم. شما ببینید که ما مثلا یک مثال میتونم برای کل مردمی در حد نوع وجدار دهنده است، مو برای مو راست کننده است در بدنشان. ما در هر ساعت درسی 7000 افغانی مصرف میکنیم در تحصیلات عالی. در هر ساعت درسی 7000 افغانی. موقعی که یک آدم لیسانس میشه، شما ببینید چقدر ما مصرف میکنیم سر ازی. کسی که ماستر میشه، کسی که دکتر میشه. در گریز ما دو رقم کار وجود داره، یک کار مغلق است، یک کار ساده است. کار ساده که کارگران این گپا انجام میده و قدر ما مشکل ندارن، بیکار از بگروزه برای جای کار پیدا کنه، ولی کار مغلقه که تو سرمایه گذاری کردی، کار مغلقه که در حقیقت سرمایه معنوی خودت، یعنی فکر و فرار مغز در حالت فرار است. فرار که ما امکانات قسم میسازیم که در کشوری که به مغز ضرورت داری، به کشوری که امی لحظه تمام تار و پود چند تا متخصص خارجی اینجا در افغانستان میخوره و تو چند تا متخصص افغانی کار داده نمیتونی، در حقیقت بازی مشکل مدیریتی وجود داره. تشکر استاد، به مسائل دیگه ان شاء الله برمیگردم. اغلی زلان، تاسو د ځوانانو د ټولنې مشري هم کوي، څه فکر کوئ چې ولې داسې یو تګلاره رامنځته نه شو چې حداقل هغه کسان چې د کار لپاره بل هیواد ته ځي په قانوني توګه باندې لاړ شي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت داسې لاسلیکونه هغو هیوادونو سره ولري چې د دوی حقوقونه هلته دفاع وکړي او دوی په قانوني توګه هغو هیوادونو ته لاړ شي؟ ځکه په دې برخه کې ویل کیږي چې د نړیوال هغه قوانین هم شتون لري د کار په اړه باندې، ولې په دې لاس یولسو کلونو کې حداقل دغسې یو څه رامنځته نه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ناستو میلمنو، تاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، تاسو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. په افغانستان کې د جګړو نه را په دې خوا یوه لویه غټه غمیزه چې رامنځته شوه، هغه د ټولنې د اروایي حالت نه مطالعه او د هغه نه تداوي وه.
تاسو ګورئ کله چې افغانان ځي له افغانستان څخه هم دغه پوله باندې چې دوی شهیدانېږي دا پوله د ایران سره ده او ایران داسې یو هېواد ده چې هغه په دې اوسني حالت کې د افغانستان څخه په بدترین حالت کې ده، هم په اقتصادي لحاظ باندې او هم په ټولنیز لحاظ. پوښتنه هم دا ده چې دا افغانان څومره مجبور دي، یا دی حتی مجبور دي چې هغه سې حالت په ځان مني ایران ته غواړي لاړ شي. اوس دا باید درک شي. اوس په دې حالت کې دوه ډېرې لویې خلاوې موجودې، یو په افغانستان کې د حکومت په کچه باندې د خدماتو د عرضه کولو خلا او دویم د معلوماتو خلا. موږ متاسفانه افغان حکومت ونه شوای کولای چې نړیوالې مرستې هغه په داسې سکتورونو کې مصرف کړي چې هغه د افغان حکومت یا د افغان دولت د خدماتو برخه هغه پیاوړې کړي. وی نه شوای کولای چې دغه سرمایه ګذاري په منظمه توګه باندې په لویو پروژو رامنځته کولو کې هغه که د کرنې په برخه کې ده او که د صنعت په برخه کې ده په هغه کې وکړي. دویم داسې دایم ونه شوای کولای چې دغه ظرفیتونه چې مخکې ورته استاد اشاره وکړه دې ظرفیتونو لپاره بیرته د ګمارنې یا د دندې ورکونې زمینه برابره کړي. فولبرایټ کې ځوانان ځي امریکې ته په ډی آی ډی په پروګرامونو کې ځي، المان ته دارنګ د بریټش کونسل لخوا نه ځي، اچیونینګ کې انګلستان ته، مګر بیرته د دوی د راتګ لپاره د افغانستان په حکومت کې یا د حکومتي دندو کې او دغه د ان جی او په برخو کې دوی ته د ګمارنې کوم منظم چوکاټ رامنځته نه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه یوازې وای وای د موږ مهمه دنده ده چې موږ وکولی شو پالیسۍ تګلارې رامنځته کړو. کار ورکول د اصلاحات اداري کار دنده ده. اصلاحات اداري دې په جای باندې چې اصلاحات اداري رامنځته کړي، هغه دې په جای باندې فساد اداري ته لاره هواره کړله. هغه د دې په جای باندې چې ملي شي هغه ډله ییزه شوی، په دې په جای باندې چې هغه ملي شي هغه سمتي شوی، دې په جای چې هغه ملي شي هغه ژبنۍ شوه. خلک ځوانان هغې زړه نه ښه کوي چې د اداري اصلاحات اداري له لارې نه دنده ترلاسه کړي، بلکې هغوی غواړي د یو تنظیم سره د یو کس سره چې هغې په یو ډول نه یو ډول باندې ارتباط لري هغه سره دنده په د هغه له لارې نه په فساد باندې نپوټیزم چې ورته ویل کېږي یا فیوریټیزم چې ورته ویل کېږي، یعنې د هغه د ګوندي یا سمتي یا ژبني حالت باندې ځي خپله دنده ترلاسه کړي، یا بیرته په مغه هیواد کې د په غیر قانوني توګه باندې اسنادو ته مراجعه کوي یا مغه دولت ته مراجعه کوي او د سیاسي پناه غوښتونکي د یونیسیار د سرشمیرونو نه په نړیواله کچه باندې، یعنی د کډوالي د نړیوالې کډوالي ادارې د سرشمیرونو نه د 30,000 څخه زیات افغانان هر کال په نوي ډول باندې یا په نوابره توګه باندې په استرالیا کې په اروپا کې د سیاسي پناه اخیستلو لپاره خپل اسناد وړاندې کوي. دا په قانوني مراحلو غیر قانوني توګه باندې په میلیونونو افغانان دا اوس هم د افغانستان څخه بهر د کډوالۍ ژوند تیروي. افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه د تر ټولو نه زیات کډوال لري د فلسطین څخه وروسته. تاسف زیاده ده چې حکومت ونه شوای کولای په دغسې تګلارو باندې کار وکړي چې هغه تعلیم یافته هغه برجسته خلکو ته هغسې د ټولنې مغز ګڼل کېږي هغوی ته دنده ورکړي، یو او بل چې د ټولنې مټ ګڼل کېږي کم سي ځوانان دي هغوی ته دنده ورکړي. موږ اوس هم کونه پیخ د استاد څخه په معذرت باندې زاړه کدرونه استادان یا دارنګ هغه مامورین یا کسان چې موږ د دولت په چوکاټ کې درلودل هغه هم په مغو پوسټونو باندې ساتلي دي چې هلته کمپیوټر کار ته ضرورت ته او دی په ټول عمر کې د کمپیوټر سره معامله نه وکړي، هلته آی ټي ته ضرورت ته، هلته نواوري ته ضرورت ته، مګر همدی هلته لګېدلی ده. استاد کېدی شي د نواوري کړي په خپل هغو کې، خو موږ په پوهنتونونو کې استادان لرو چې د 15 شپېتمو د شپېتمو کلونو چې دی محصل و دغه وخت نوټې راخیستی په 2013 کې اوس هم هغه تدریسي د اقتصاد په برخه کې، د ټولنپوهنې په برخه کې، د طب په برخه کې، د انجینری په برخه کې. دغه نواوري ده نه په دولتي چوکاټ کې کار وشي او نه هم نړیوالو هغه خپله پانګونه چې په دې هیواد کې وکړله د برین ټیلنټډ یا هغه د برین ډرین په برخه کې یا د ټیلنټ د لیاقت د استعداد روزنې په برخه کې وی نه شوای کولای چې لازمي وګرځي په کابل پانتون باندې یا په هرات پانتون باندې، د ننګرهار په پانتون باندې او دارنګ په خدمتونو په برخه کې سیدا ځوانان سی بیرته راغلي، دا باید په دندو ګمارل شي او دوی ته باید زمينه برابر شي ترسو د ټولنې ارواز یو لس کلونو کې چې دومره امکانات برابر وو د نړۍ ډېر هیوادونو سره افغانستان نړۍ کې درلودلې، دلته د قدر د روزنې لپاره د کارمندین لپاره چون شو ورسره دین څنګه یې پیدا کړي چې لدین ورسره د افغانستان حکومت دغه شیانو ته توجه وکړي، کډرونه بروزي او خلکو ته د کار زمينه په قانوني توګه باندې برابرې وي. ګورې په دې برخه کې په نړۍ کې ډېر ښه مثالونه موږ لرو. یو تر ټولو ستر او ښایسته مثال چې په اسیا کې موجود دی ماليزیا دی هیواد. د ماليزیا هیواد د مهاتیر محمد په دې اوږده دوره کې یوازینی بریالیتوب هم دا و چې د ځوان کډرونه ویلې ګل ویروزل او بیرته په دندو وګمارل. او د مغله وجه نه اوس ماليزیا یو د پرمختللو هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د اسیا په پرمختللو هیوادونو کې یا په مخ پر وده هیوادونو کې لومړی ده مخکښ ده.
که چیرته افغان حکومت دغه وسنۍ د بحران سره مقابله نه کوي، یو داسې چوکاټ نه رامنځته کوي چې په هغه کې د اداري فساد د اداري اصلاحاتو په ځای باندې د اداري فساد د مخنیوي لپاره زمینه برابره نه کړي، نړیوال افغان حکومت باندې فشار رانوړي. ټوکیو کنفرانس یو ښه مثال ده. ټولې هغه مرستې چې د افغانستان د لومړیتوبونو سره کېږي هغه مشروطې دي، مشروطې په اداري اصلاحاتو باندې دي، د اداري فساد په له منځه وړلو باندې دي، د نواوریو او د نوښتونو په رامنځته کولو باندې دي. موږ دوه ډیرو مهمو برخو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې تمرکز وکړو. یو د کرنې په برخه کې باید موږ اصلاحات راولو تر څو موږ وکولی شو خپل کارګر هغه کسان چې هغوی بې تعلیمه دي هغوی په مغه برخه کې مصروف شي. دویم مهمه هغه د صنعت په برخه کې تر څو موږ وکولی شو په صنعت باندې یو ولاړ هیواد رامنځته کړو چې دغه صنعت کولی شي په آی ټي برخه کې کېدای شي، دغه صنعت کېدلی شي د کارونو په رامنځته کولو په برخه کې. تاسو وګورئ انګلیس هندوستان 22 میلیونه داسې کارګر لري چې په هندوستان کې دي مګر امریکا ته خدمات ورکوي د تلیفون په برخه کې. یو کس چې تلیفون یې په امریکا کې په کالیفورنیا کې خرابیږي او کار نه کوي، دی باید یوازې په امریکا کې زنګ ونوي، د تلیفون ځي هندوستان ته زنګ وهي چې زما تلیفون شبکه خرابه ده، لاین خراب ده، کار نه کوي، د هندوستان نه دا خدمت ورته ورکول کېږي. 22 میلیونه خلق دی هندوستان هغه په امریکا کې خدمات وړاندې کوي مګر هم ناس په هندوستان کې د نړۍ اکثر ایوادونو په دې ډول باندې دي چې په خپل کارګر په قانوني توګه باندې نور ایوادونو ته وړاندې کوي. بالکل کومه په دې برخه کې دغه سي ریفورمونه هغه سي په نور ایوادونو کې واردې مخه په باندې عمل شوی دا کده مونږ رامنې سنو کو دا اوس کم ځوان کل موجود ده، دا اوس کم استعدادونه تل روزل شوی دي، د 2014 څخه د مخه به دا وتختي. یعنی منظور مته دی اوس هغه کسان مهاجرت ته مخه کړي په غیر په قانوني توګه باندې غواړي نور ایوادونو ته لاړ شي، چې هغه فقط مزور کار مونږ ورته وای چې هغه به سواد خلک دي چې خټه کې یا نور ساده کارونه کوي. نو که دا ستونزه ادامه ولري ستاسو هدف دا دی چې هغه کسان چې قدر شمیرل کیږي دا غوې د تیښتې سبب هم کیږي. بالکل ډېر مننه کوم، انشاءالله بیرته ګرځم. خانم ایبی یک مسئله دیگه گفته میشه که در افغانستان حتی اولیس چرکی افغانستان به وزارتخانه های توجه میکنه که به نظر خودشان مهم است، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مالیه یا غیره وزارتخانه است، زیاد توجه و فوکسشان بالای آنهاست. اما میگن وزارت کار امور اجتماعی که اصلا بنیاد یک کشور است که زمینه کار باید مساعد بسازه و غیره را توجه صورت نمیگیره. آیا اینا پالیسی دارن ندارن؟ اینا چقدر کارگر سالانه استخدام میکنن؟ به کجا روان میکنن؟ چرا می توجه صورت نگرفته؟ بله، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که 18 کمیسیون داره و کمیسیونش وظایف مشخص خود داره، یکی از کمیسیونای ما کمیسیون است به نام کمیسیون کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین. در او بخش افراد مشخص را ما داریم که کار میکنن و وقتاً فوقتاً با وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط هستند. ما با تاسف در دو سال که گذشت در جلسه عمومی خود ما هیچ گاهی واقعا برای شما واقعیت بگویم که ما از وزیر کار و امور اجتماعی دعوت نکردیم، ولی در کمیسیون بار بار از او تقاضا کردیم و آمده. چیزی را که ما پرسان میکنیم از وزیر صاحب میگن که وزارت ما یک وزارت پالیسی ساز است. حالا ما نمیتونیم ایجاد بله. ایجاد بله. کار بکنیم. زمانی که ما وزارت های مختلف میخواهیم میپرسیم یکی بالای دیگه مندازنی مسئولیت ها. همگی میگن ما پالیسی ساز هستیم. کسایی که کار ایجاد میکنن و جذب میکنن کارگرا را اونا وزارتخانه است، مثلا وزارت تجارت و اینا ظرفیت میگن ما اینقدر ظرفیت جذب نداریم. ولی با تاسف حکومت افغانستان در 10 سال که گذشت برای مسئله کاریابی واقعا اینا ناکام ماندن و نتانستن که به گفته شما یک پالیسی مشخص را برای جذب حتی گزارشات وجود داره. اگر روسی چیره افغانستان در این مورد تحقیق کنه شاید که اسنادیابی کنه، گزارشات وجود داره که بعضی کشورها حاضر هستند، بخصوص کشورهای خلیجی که سالانه تقریبا ده ها هزار افغان به خاطر کار بپذیرند، اما میگن که از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضای ساختن یک پالیسی را داره و کسانی میگه در آنجا هستن که میتونن این پالیسی را بسازن، اما وزیر صاحب برشان اجازه نمیده که وزیر مرسم شما چگونه باید پالیسی بسازید. بله، ما فشار آوردیم بالای فشار آوردیم بالای وزارت کار و امور اجتماعی که حداقل از صلاحیت های خود استفاده کنن و حداقل هم اگر میشه بر اقتداد باید کاریابی بکنن. اونا اگر شما حتما در جریان هستین به خاطر که از طریق رسانه خودتان اعلان شد 5000 کارگر وزارت کار و امور اجتماعی فرستاد به امارات متحده عربی که چند روز قبل من در یک سفر بودم به طرف آذربایجان و خوشبختانه در امو سفر خود یک توقف داشتم در دبی که من امی تعداد کارگرها را دیدم که انتقال کردن به دبی و اونا مصروف کار میشن. این یک قدم بسیار نیک است
ما امیدوار هستم که وزیر صاحب کار و مرشنمایی با مسئولینی که در وزارت کار میکنن سرزی توجه بیشتر کنند که تعداد بیشتر کارگرا را بتانند به کشورهای مختلف خلیج یا امارات متحده عربی اینا بفرستند و بر آینده بر افغانستان کارگر فنی از اینا ساخته شود و بیاید افغانستان کار کنه و از وزارت خانه محترم دیگه که ظرفیت از زیر دارن. ولی با تاسف حکومت افغانستان کار را که باید میکرد بخش خصوصی را باید توجه بیشتر میکرد و با کمک همکاری بخش خصوصی باید یک تعداد از جوانای ما را جذب میکردن در کار و اینی کار واقعا در 10 سال گذشته صورت نگرفت و او کاری را که ما تقاضایش داشتیم مردم افغانستان که توجه به زیربناها بود، توجه به اعمار بندها بود، توجه به بخش زراعت بود، او کم صورت گرفت و این زمانی است که ناله آخرین نفس های حکومت است و من فکر میکنم در این آخرین لحظات قدرمان دوستان من مختل چه پدیخ پراونه که دکار او طولانیز و چار وزارت نمی یا توکو لرو خب متاسفان آقوی بخی تلفون تا زواب نکر او خبر پرنه راغل او چنن کم وڑکتون چیر تا پرانیزی نوزه نپیگم چه وڑکتون پرانیستل دیر مهمه ده او که دلتا ده خلق و بیکاری او تا ده خلق و وجل ده ایران لخوانه استاد یک موضوع دیگه حتی گفته میشه پاکستان کشور همسایه است سالانه ده ها هزار شهروند خود ترن میکنه در بخش دریوری بخش نجاری و غیره مسائل به کشورهای عربی به خصوص کشورهای خلیج قطر و غیره میفرسته و ایتون هم گفته میشه که کشور قطر حاضر است که حتی سالانه 50 هزار افغان بپذیره اما به شکلی که از سوی وزارت کار امور اجتماعی یک پالیسی مشخصی کنه تقاضایش دارن ساخته شوه حالا میگن که ظرفیت نیست که اون پالیسی را بسازه و با کشور قطر صحبت کنه که تا سالانه 50 هزار یا کمتر از او افغان ها اونجا به خاطر کار بروند خدمت شما را عرض کنم که یکی از واقع بینانه اگر فکر بکنه با وجودی که من امر دولت چندان سر سازش ندارم ولی ما عمدتا در شرایط جنوب شرق آسیا هم نیستیم در شرایط خلیج هم نیستیم افغانستان داره یک شرایط خاص خودش است موقعیت خاص خود داره و شرایط خاصی که در افغانستان وجود داره بدترین شرایط برای کار ایجاد کرده مانا داره که ما در یک رشد نوسانی کانجکتوری بسیار قلان قرار داریم که هر روز در حقیقت یک سایه کاری خود به نفع سایه کاری جنگی در حقیقت از دست میدیم یعنی شما توجه که باشن که ما عمدتا یک بر خاطر رفتن به تحلیل کار شما مجبور هستین برین به نفوس و در درون نفوس ببینین که سن 18 تا 64 شما چقدر که 65% ما را تشکیل میکنه که اگر 30% او را 30 میلیون بگیریم که متاسفانه که 28 26 میلیون در 4 سال است که ما از 26 میلیون بلند نمیریم باز اعلان کردن که 26 میلیون هستیم. وزارت صحت یا وزارت معارف اگه ببینید نفوس افغانستان از 100 میلیون بلند شد. او میگه 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین شد. او میگه 9 میلیون طفل زیر 9 به مکتب شامل شد. یار فامیل شخصی 3 نفر محاسبه کنی. از 100 میلیون هم بالا میره نیم را دقیق نیست. ما بگیریم 60% مثلا بگیریم در 18 بریم در 30 میلیون. ما در خیلی 18 میلیون نفر داریم که از سن 18 تا 64 کار میکنن به خاطر یک کارگر است به خاطر که وقتی کارگر ما تعریف میکنیم کارگر کس است که دارای توان کار استعداد کار و خواهش کار باشه از این لحاظ تمامی کتگوری سن 18 و پایین مطابق به کانونسیون اطفال که ما او امضا کردیم ما در خدمت ماده طفل ماده ولی ماده هفت قانون بله اساسی بله. ما میگه میگه که طفل است ما کارگر نمیگیریم بسیار چیز جالب که من کس تاله نگفته ایره من میخوام بگویم که ما در حدود 49-51 دخل زنا و مردا قرار دارن و اگر به حساب احصایه بگیر حساب محاسبه خود ما که در این جسدی بگیریمش 50-50 بگیریمش 50-50 این در مانا داره که 18 میلیون ما و 9 میلیون تقسیم میشه یعنی 9 میلیون خانم 9 میلیون هم بچه ها مردا تولید میشه مانا داره که شما این 9 میلیون مورد مطالعه قرار میدید 9 میلیون دیگه 9 میلیون دیگه خانم ها در حقیقت کاملا کارگران بیمزد هستند مانا داره که از این 9 میلیون 6 میلیون شما بگیرین در حقیقت تقریبا میشه تقریبا 6 میلیون میشه از 9 میلیون 6 میلیون دیگه کارگرایی هستن که در درون خانه سن 14 و بعد اینا کارگرای معین هستن که اینا 12 مرتبه بلندتر از یک مرد کار میکنن و هیچ گونه عاید به دست نمیارن اینا قالین باف هستن اینا سوزندوز هستن اینا هویت افغانستان نمیان نشون میدن اینا میوه خشک نمیان ترتیب میکنن اینا در ولایت برن اینا چوب میارن. اینا خشت میزنن اینا بدون معاش هستن کسای از 9 میلیون دیگه که باقی میمونه از این 9 میلیون ما در حقیقت گریز ما از این 9 میلیون است معنا داره که شما یک چیز متوجه باشین که برای ما بسیار عمده ای است که
دیگران رو بانن که چی میکنه، هر کس علاقه مندی داره که نیروی کار افغان بگیره. متوجه باشین که حتی قرارداد که هست، من یکی از آدم هستم که با قرارداد بدون شرط و قید و شرط مخالف هستم، به خاطر از اینکه این قرارداد که انجام میشه قطر و دبی و کویت و ایران و غیره کارگر ماهر شما رو کار داره، هیچ سرمایه دار حاضر نیست که سرمایه خود به خاطر یک کارگر ساده افغانی که فقط خشت بالا پرانده میکنه بگیرش. استاد اینجا سالا اینجا کسی اگر در بخش دریوری لیسانس بر از او داده شد و بین المللی برو او به کشور قطر، خب خودتان فکر کنید ماهانه می فرد اگر $1,000 به افغانستان روان کنه و 50,000 نفر محاسبه کنین که در یک ماه 50,000 نفر هر نفر از حداقلش $1,000 به افغانستان روان کنه، اینمی آرمانی بختیار سن. شما دوستایتون که در آمریکا هست میتونه $1,000 براتون روی کنه؟ مانو در جایی که $500 اگر روان کنن، در جایی که در میج سطح مصرف بلند است، شما ما بودین در اونجا نه، این کسایی که دوستای شما بچهای ما اولاد ما در اونجا است، اینو موقعی که کنیم $2,000 ماش میگیرن، اینو تا 1800 زیر تا 1700 مصرف میکنن. اما استاد او خوب بحث فامیلی است، اما با کشورهای خلیج که میره شاید یک کس کارگر مجرد برنه این پول خود به خاطر مصرف خانواده خود به افغانستان روان میکنه. ما میگیم که در صورتی که شما کارگر ماهر بسازین، خیما چرا دیوانه هستم که کارگر ماهر خدا بزنم در کشور خارجی، چرا برای خودم کار نگیرم؟ یک دریور ماهر ما چی کنیم؟ همینجا میگیره، همینجا ماش میگیره، همین دریور، همین لکم دریور باش که بیکار است. ما میگم شرایط آماده را بسازین اینجا. گپ آمریکایی‌ها بس، گپ جالب است، آمریکایی‌ها گپ میزنن، میگن روی اجاره فکر نکن، روی استفاده فکر کن. ما باید استفاده بینه را از نیروی کار خود انجام بدیم. شما ببینید یک کار دیگه انجام میدید، ببینید که نتیجه که امیل لحظه انستیتوت خدمات تکنیکی کوریا که به طرف قرغه است، شما اید ببینید که چگونه این نتیجه داده. معنا داره که کس را اسم 12 میکشه، این اسم 12 اگر کنکور کامیاب شد یالا، اگر نشد میتونه که یک ورکشاپ ترمیم رادیو بسازه، تلویزیون بسازه، از یخچال بسازه و صد کار دیگه انجام بده. ما ده ها تا دیدیم که هیچ گونه مشکلی از لحاظ کاریابی ندارن. معنا داره که اگر ما اسم 10 به بعد کارهای مسلکی را آغاز بکنیم، اگر ما اصلا وداد بریم رقم از گذشته برای تکنیک صنایع و غیره را ایجاد بتانیم، اگر ما تنها به تئوری نچسبیم و در کار عملی را انجام بدیم، ما فکر میکنم این کار بسیار جالب است که باید 7 سال پیش در استاد پیش ما شما این انجام میدادیم. حالا گفته میشه حکومت افغانستان هر دویش نمیتونه، ببین کار دیگه اون رقم زمینه مساعد کرده میتونه، نه به کشور خارجی به طور قانونی. اینا ما میایم حکومت بگیم، حکومت چی گپ است؟ اگر شما در یک شما در طول 10 سال تنها 35,000 کارگر ماهرتونه از سکتور دولتی جواب دادین و هیچ گونه جذب را دیگه جو نکردین، چگونه یک کارگر ماهر شما که کارگر نساجی بگرامی است، کارگر نساجی گلبهار است که در حقیقت بزرگترین، یعنی 121 میلیون متر تکرار در آخر وقت دکتر نجیب تولید ما بوده، این بسیار جالب است. معنا داره که اینمی جنگله که شما خوبترین بادی سازی را آغاز کرده بود و ما زو فولاد همینجا آغاز کردیم در میابالین. حالا شما ما یه اشاره کردید استاد که یک کارگر ماهر خود چرا ما با یک کشور دیگر روان کنیم، اما کارگر ماهرینی که ترن شده بود خودتان اشاره کردید او همش بیکار است. بله، اینا ما چی میگنیم؟ بله. ما میگیم که کاستی در مدیریت ما در این وجود داره. معنا داره که موقعی که شما وقتی که شما اقصای تولید رو نصب میتین، موقعی که دیگه تولید نمیکنین، شما ببینید یک فابریکه دیگر بر شما میگم که کم جگرخون است، خیر است، سوپر کولای شما که در ایراد موجود بود علاوه از کل افغانستان سوپر کولات میداد، تمامی آسیای میانه را سوپر کولایش میرفت و در مجموع همه فابریکای تمام ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، حتی چین هم شما مقابلش رقابت نمیتونست. فقط 3 ماه پیشتر دروازه بسته شد، 1000 کارگر ماهرش همین لحظه یا تبنگ فروش است یا دکاندار است یا گریخته ایران یا میره پاکستان مزدور یک ایرانی پاکستانی میشه. ده ها شرکت دیگه است همین گونه در کابل و ولایت که اینا ببینید ما مجموعاً 3500 تا فابریکا داریم. بله، مجموعاً 3500 فابریکا داریم. اگر ما اول در اول حساب کنیم، در اول ما تقریبا به 10,000 فابریکه را بسته کردیم، ما را در قلف کردیم میره. از این لحاظ موقعی که شما میگین که کارگر فرار نکنه، با زمینه کار را برش ایجاد بکنیم، در غیر از شما عقل ندارین، دولت هم عقل نداره هیچگاه که بگه که چنین چیز است. ما در حقیقت نمی کشیم، کسایی که کشته میشه گناهش از ایرانی نیست، گناهش پاکستانیم نیست، گناهش از آمریکا و اسرائیل نیست، این گناه از ماست که ما در حقیقت نتونستیم چنین فرزند خود برش آمادگی یک کار نتونیم یاد داخل کار بتیم. اکثرات زیده میشه که نوجوانان هستن که ببینین که من بیشتر گفتم که یک چیز دیگه متوجه باشین، یک چیز دیگه وقت تحلیل که میکنین، منو تمام تنها اقتصاد ما کم دیگه نمیگیرین اونجا. بعض وقت تفاوت‌های تمدنی هم آدم بسیار کش میکنه، تفاوت‌های تمدنی. من چند وقت پیش در اتریش بودم، بچه‌ای که در اونجا میان، بچه‌هاشون بچه‌ای که میان در اونجا بسیار آرزوی بودن در اتریش و آلمان و نروژ و سویدن بودن، در یک زندگی خوب و در حقیقت یک نوع فیشن و تمدن بوده.
تمامی کسایی که مثل ما ولی سرسفید هستن و دقیقاً آرام آرام میان که برن به سوی کولت کاملا کولت برن، اینا علاقمندی برگشت به افغانستان دارن به خاطر که میخوان که من مرده خود در خاک خود میبرم، در حالی که او آدمی که بر ما کار میه، او آدمی که انجینیر و دکتر و ماستر است، ما اونون کار داریم که اینجا تشریف بیارن میجه با ما یک جا بشینن یک جا کار بکنن آرام آرام مازی. تشکر استاد، اگر وقت ما برمیگردم بازم جنبندی میکنیم مسائل. تکسته یو په مسله د عدالت چې ویل کېږي چې دلته شغلي تضمین هم نشتون یو لوی ستونزه ده، چې یو شمېر خلک په یو دفتر کې اداره کې کار کوي، عملته تضمین شتون نه لري چې دی به تر څه وخته کار کوي او وروسته له دې نه چې دی د ادارې نه ایستل کېږي دته په مقابل کې به څه کېږي. د دې تر څنګ بله مسله دا ده، هغه کارګر چې ایران یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي، دلته ویل کېږي چې دا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده ده چې هلته دوی له حقوقو څخه څارنه وکړي. اوس کارګر ځي ایران ته د دې لپاره چې ایرانیان خپل کار ورباندې زر وکړي یا په ښه توګه یې مخته ویسي، دوی ته پوډر ورکوي، هیروین ورکوي، هلته ټول معتادی کې بیرته د معتاد په شکل باندې افغانستان ته لیږل کېږي. دغه مسایل باندې غواړم ښه مخکې له دې نه چې مستقیما تا د پوښتنې ځواب ته راشم، ګورې په افغانستان کې تیر یولس کاله چې یوه لویه ناکامي هم حکومت او هم نړیوالو په دې برخه کې درلودل، هغه د ناامنۍ وجود و. ناامني داسې بېکاري زیږي، بېکاري داسې غربت رامنځته کوي، غربت داسې د ښوونې روزنې د پرمختګنه، ګورې په افغانستان کې معکوس ده، صحیح ده، په نورو نړۍ کې تړلي دي یو د بل سره. په افغانستان کې معکوس ځکه ده چې موږ کولای شوای په 2001-2002 کې د ناامنۍ د مخنیوي سره، لکه څنګه چې مخکې استاد په خبرو کې ورته اشاره وکړه، ناامنۍ موجود نه وه، خلک راتلل، دلته یو هجوم موجود و د کډوالو. خبره نه شو که چېرې موږ بېکاري د کار لپاره زمینه برابر برکړه او نامنی نه پیدا کړي، یعنی بیکاری سبب شو چې نامنی پیدا نه زر اعظم دي. دغه نامنی یو لامل ترشای موجود ده، خدیم دغه همسایګانو دي، دغه غوندو یو هوادونو وجود ده، سي دوی نیابتي جګړه وکړه، دیم دغه پدې دی رامنځته کول، دوی نه غوښتل ترسو افغانان په ټوله بازي په ټولي زتوګه باندې ماجر کډوال دی ایران څخه او پاکستان څخه افغانستان ته راشي، ځکه هغه یو داسې قوت دی دوی لپاره. په پاکستان کې افغانان ټول په بټو کې کار کوي، دوی ته خختي جوړي، ایس پاکستاني نزي زړه نه کوي ترغو پرې سي دولت ورته خشرکر. په ایران کې افغانۍ ته متاسفانه کثافات ویل کېږي، یعنې د کثافاتو په نامه باندې دنه کار مخستل کېږي او د کثافات په نوم باندې یادېږي. همدغو هیوادونو د خپل هغه ډمپنګ اقتصاد څخه چې دوی ورته پالیسي ویل کېږي چې خپل خشره مواد کم ظرفیت او کم کیفیت تولیدات هغه راوړي افغانستان کې خرڅې دي مارکیټ په توګه باندې، او بل د همدغو کډوالو څخه چې 2 میلیونه تقریبا 4 میلیونه خلک هلته اوسېږي، چې بیا هم موږ که چېرته هغه حساب کړو 1 میلیون د هغې ځوانان دي، 50 یا 15 لکه د هغوی ځوانان دي، دوی څخه د کار د اخیستنې لپاره یې دا کار وکړه. دویم دا چې افغانانو په ځانګړې توګه افغان حکومت تر ډیره بریده پرې دا فکر وکړ چې کېدای شي دغه سرویس ډلیوري چې کومه موجوده وله د بیسونو کې د امریکایانو بیسونو کې یا د امریکایي او د ناټو د هغو سره د حکومتونو سره کېدای شي دا په یو انډسټري باندې بدله شي. بالاخره افغانان پانګوال وکولی شي هغې د کالو په جوړونو کې، د دریشیو په جوړولو کې، د اوبو د فابریکو په رامنځته کولو سره په ورته مسایلو کې ښکیل شي او دغه صنعت دوام وکړي، پرمختګ وکړي. مګر د دې صنعت لپاره دوه اړتیاوې موجودې وي چې هغه افغان حکومت نه فکر نه وکړ. یو د بیخ بنا رامنځته کول، د لوی لارو سرکونو رامنځته کول تر څو دغه تولیدات په سمه توګه ورسېږي، بل د بریښنا بله ستونزه ده. اوس یو شمېر کسانو چې دغه قراردادونه اخیستي دي، یا د دوی د کالیو یا د ځینو تولیداتو لپاره، خو دوی قرارداد اخیستي بیا وسایل باید د باندې نه ورته واردول، نو فکر نه کوي چې بیا ګټه ونه کړه. که دلته فابریکه جوړه شوې وای، زر کسه به دلته مصروف، زر کسه بلته مصروف، دوه ګټې کولې. ښه، د پروسس په برخه کې موږ لویه ستونزه لرو. پروسس ګورې، د موږ مواد ځي، د موږ هم د ښه مواد ځي په پاکستان کې پروسس کېږي، بیرته په موږ باندې خرڅول کېږي. ښه بیلګه فرنیچر د منګ لرګیزی غلطه پروسس کیږي، پیاز او کچالو ویل کیږي چې دزی نزی الته بیا ذخیره کیږي بیرته راځي. میوجات خو ټول د منګزی، سبزیجات ټول د منګزی. په لویه کې افغان حکومت نه یوازې یوازې افغان حکومت نه، بلکې نړۍ ټول حکومتونه هغه د دندو د پیدا کولو او د دغه زمینو مسایدولو د پنګونې لپاره، دا لویه دنده ده د حکومت. تاسو وګورئ په المان کې، د المان خپل د ترانسپورت کم سیستم چې دغه ټول الماني د دولتي ده، د ډي بي په نامه باندې دوی چبان یوازې نه جوړښت چې هغه حکومت تر اوسه پرې پرایویټ کړی نه ده، لکه هغه اختصاصي کړی نه ده، څوک نشي کولی په هغه کې پنګونه وکړي. ولې؟ ځکه دوی نه غواړي چې دغه د المان د ترانسپورت کم ظرفیتونه سي دي یا کم جوړښت سي ده، بنسټ سي ده، هغه د پنګونې خصوصي پنګونې له لارې نه د خنډ سره مخامخ شي. خصوصي پنګونې کې که چېرته ته ماش ټیټی مقابل کې خلک درپسې لاریونونه کوي، که ته ماش جګی په مقابل کې بله کمپنۍ کیفیت یې خرابېږي. المانی دولت څه وظیفه لري؟ که چېرته یو کس ماموري دی دولت،
هغه نشي کولای چې د دولت په وړاندې لارون کې برخه واخلي. نو د ترانسپورت کارکونکو کما شي چې د کجګ د کدی وشل کیږي په ترانسپورت کې او کار سره خند سره مخ مخ دي نشي کولای لارونو کې کله چې د لارون نشي کولای د سقيله کم توليدات چې دوی لري هغه ترانسپورټیشن چې کوم موجود دي حمل او نقل هغه هیڅ کلم د خند سره نه مخ کی. افغان حکومت څه وکړ دی؟ اول ورځ نه ترنه پر د آزاد بازار نه رايټ پورته کړ. د آزاد بازار سره نه بازار کنټرول ک نه توليدات په ملي ګټو باندې ولاړ کړ نه رقابت او نه هم کاریګر په مشخصه تاسو ګورئ دا اوس په کابل کې مونږ د لکو څخه یو لکو څخه زیات پاکستانی کاریګر لرو. افغان حکومت هندي کاریګر مونږ لرو ونه شوې کولای چې په دغه مشخصه برخه کې د کاریګری په برخه کې اساسي پښتنه هم دا د وزارتونو چې دوی ته پښتنه متوجي کیږي چې یو کس په آی ټی کې په دوه کالو کې ماستری اخیستلی شي اوس یو لس کاله نوي حکومت نه تیریږي ولی مونږ ادا قل یو لک کسانو ته ماستری وانه خسته په آی ټی په برخه کې چې نن د یو لک پاکستانی په ځای دغه کسانو کار کولای اکثره مخابراتي شرکتونو کې ویل کیږي چې بهرنیان په دې تخنیکی برخه کې کار کوي اوس اساسي پښتنه هم دا چې ولی دا کارونه خاصانه وو دو نیم ګړتیاوی دلته موجود دي. لومړی دا چې افغانستان افغان حکومت نه شوای کولای سرشمیرنه وکړي. سرشمیرنه په اقتصادي پرمختګ کې بنسټونو پرمایسه کولو کې تر ټولو اساسي کردار یا کارنده یا ځانګړنه بلل کیږي. ته کولای شي د سرشمیرنې له مخې نه د خپل هیوادوالو شمیر معلوم کړي او د یوغې ورځنۍ غذایي رژیم معلوم کړي، مصرف معلوم کړي، تولید معلوم کړي. دا ونه شو. دویم دا چې موږ لومړیتوبونه د ځان لپاره وزن کړو. ما فکر نه کوم چې ورځنۍ مصرف دلته خو ډېر تفاوت لري. یو سړی د ورځې 100 افغانۍ مصرف لري، داسې کسان دي چې دغه دسترخوان د 200 افغانۍ نه موړي. خو سرشمیرنه موجود نه ده چې په ښار کې څومره خلک دي، په وزیر اکبر خان کې خلک وسیږي او په چاره کمبر کې څومره خلک وسیږي. کله چې شمیرنه موجوده وای نو د وزیر اکبر خان د خلکو کم مصرف سي د کم سي په سلګونو ډالرو ته رسیږي او د کمبر د سلور لارې د خیمه کم مصرف سي د کم سي په یو دوه افغانۍ سلام سي په پښتون حکومت داسې په لنډه توګه ځواب راکړي. هغه دا چې دلته ویل کیږي چې افغانستان په لاس یو لس کلونو کې د نړیوال ټولنې په مرسته یو شمیر لاس راوړنی لري. ځینې نړیوال بنسټونه دا خبرې کوي چې دغه لاس راوړنو ته باید توجه وشي چې لاس لاندې شي. اما ځینې کسان په دې باور دي چې دغه ټول لاس راوړنی هغه په اصطلاح باندې کاغذي حالت لري، اوس مصنوعي شکل باندې دي. دوی پیوی ټکی سره تر لمنځ تلای شي. هغه کسان چې په کارونو باندې بوخت ویل کیږي چې شغلي تضمین شتون نه لري دوی لپاره، چې دوی یو ورځ په اداره کې کار کوي که دوه ورځې کار کوي. د دې ترڅنګ هغه بنسټونه معلوم نه دي چې په کوم کال باندې دوی خپل کار دروي. فکر کوي چې دا ټول ماغه مسائل چې ستونزې دي او کوي هغه د چا خبر یو شمال وشي دا بار څه بم لمنځ لاړ شي. ګوري منفی تاثر باید پیدا نو کوم مخکې نه په خبره کې ورته اشاره وکړل چې موږ د ټولنې اروا ما د دې لپاره چې مخه ونیول شي یو تګلار او تجربه شي. بلکې زراعم ولسمشر کرزی خپل یو ورځ د کار ورځ لمنځله که سګونډه و پغه کې د جاب سکیورټی ذکر وکړي چې موږ د دندو امنیت نه لرو. دا باید رامنځته کړو، یو سیستم باید رامنځته شي. د دې سیستم د رامنځته کولو لپاره بل اخر د ولایتونو ماوینین او درنګ ولسوالان او بعضی نور د دریم بس څخه ورسره د ټول رقابتي کړل او کوشش وکړي په یو نه یو ډول باندې د دې لارې څخه دندې هغه مسؤلیتونه هغه تضمین کړی شي. په افغانستان کې امنیت چې تر څو رامنځته نه شي موږ نشو کولای په کار باندې تر ډېره بریده پرې خبرې وکړو. متاسفانه د صحیح ده چې موږ کولای شو د کارونو د رامنځته کولو لارې نه امنیت ښه کړو، مګر په افغانستان کې معکوسه ده. ځلان صاحب ځینې کسان په دې باور دي که چیرې یوه ښه فابریکه شتون ولري او دغه یو کارګر ته په میاشت کې دومره تنخواه ورکړل شي چې هغه خپله کورنۍ ورباندې وچلوي. یو څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی جنګېږي هغه وایي دې ته اړ کېږي چې خپل ټوپک پرېږدي، وایي چې دلته ولې الاره روزي نه پیدا کومه، جګړې نه څه جوړېږي. زه همدې ځای ته دغه تا مثال په تایید باندې فابریکه جوړه سوه. فابریکه په برېښنا چلیږي، برېښنا د ازبکستان څخه روانه ده. یو سړی د یو راکټ سره پایه په تخار په لاره کې ویشتله یا د مزار په لاره کې ویشتله. همدغه فابریکه چې په همدې کابل کې د دوه ورځې ورته برېښنا ونه رسېدله، تولید یې د ناکامۍ سره مخامخ شو. یو دویم پاکستان د همدغه فابریکې په مقابل کې سیدی تولید کوي، کوکا کولا تولید کوي په لس افغانۍ باندې یو بوتل. پاکستان یې موږ ته راصادرې د ډمپینګ د اقتصاد له مخې نه دی، مغه خپلې پالیسۍ له لارې نه چې موږ په خلاف یې نیولې ده په اته افغانۍ دی مقابله نه شي کولای. حکومت ته سي باید مداخله وکړي په بازار کې. حکومت ته سي دغه اقتصادي ریفورم یا اصلاحات رامنځته کړي. حکومت بل اخر دا دنده لري چې دغه اندېښنو چې دا اوس موږ بحث پې باندې کوو، دې اندېښنو د مخنیوي لپاره داسې ریفورمونه داسې چوکاټونه رامنځته کړي چې نړیوال دې ته متوجه کړي چې کوم افغانۍ خو پېښې د دې هیله نه کېږي، ځکه چې اوس به ټول انتخاباتو باندې او دې کمپاینونو باندې مصروف وي. نو اقتصادي پالیسي او د بیکارۍ د پوره کول لپاره به څوک پالیسي جوړه کړي؟ دا لویه ستونزه ده که سیاست موږ کوو سیاست په خلکو کېږي. که خلک مانه تښتي
نو زه به د چا پاچا ووسم. کم دغه سړی فکر کوي چې زه په افغانستان کې ټاکنې ګټم، دی رایه له چا نه اخلي؟ باید خلک دلته وجود ولري. اما فکر نه کوي چې دی به وایي چې لس کسانو ما ته رایه راکړي، زه به رئیس جمهور شم، زه څه کوم چې څوک مړ کېږي؟ بیا همدغه د یولسو کالو نامشروع حکومت یې چې راتلونکی تاریخ به یې په وړاندې دی، یو غلام خانم ای پی فکر میکنه د کنار از اینکه وزارت بنا و مبارزه علیه مواد مخدر وجود داره، آیا نیاز است که وزارت باید بنا مبارزه با بیکاری ایجاد شود و اوقدر پولی که بالای او وزارتخانه مصرف میشه حسن باید اینجا مصرف شود؟ خب پارلمان افغانستان بحثای داشتن در مورد از این که نهادهای موازی که در حکومت افغانستان وجود داره اینا را منحل بکنن و سر از این بحث کنن که آیا اینا را ارتقا بدن به یک وزارت یا اینا را مدغم بسازن. با تاسف یک کار را که ولسی جرگی شورای ملی کرد که ریاست مستقل ارگانهای محله، اداره مستقل ارگانهای محله ای را ارتقا داد به وزارت و این حق پارلمان افغانستان بود. پذیرفته نشد، شما دیدین که پذیرفته نشد. بحث ما روی ازی بود که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که چیزی را که شما هم گفتین بالاخره ای به یک کمیسیون فساد اداری تبدیل شده، ای را ما یا مدغم بکنیم به وزارت کار و یا وظیفهش بسپاریم به وزارتخانه های مختلف. سر از این ما بحث های زیاد داشتیم که ما کار نکنیم که بالاخره باز از طرف رئیس جمهور رد شوه یا کار نکنیم که مخالف قانون اساسی افغانستان باشه. با تاسف در افغانستان در بین سه قوای دولت که قوی قضایه و مقننه و قوی اجرایی افغانستان است، یک تقابل عجیب غریب وجود داره. در دیگر کشورها به این شکل نیست. سر روابط حسنه، روابط خوب بین هر سه ارگان دولتی وجود داره و کارها را با هم موازی و به هر کس به شکل تفکیک قوایی که وجود داره با کارهای خود به سر میرسانه. ولی با تاسف در افغانستان در بین سه قوا اول یک هماهنگی وجود نداره که این باعث شده که مردم افغانستان متضرر شدن. ببینین هر کار را که پارلمان افغانستان میکنه از طرف رئیس جمهور رد میشه. قوانین را که پارلمان تصویب میکنه به نوع از انواع توسط رئیس جمهور رد میشه، توشیح نمیشه و حتی شما دیدین که در قانون انتخابات موارد بسیار خوبی را ما در قانون گنجانده بودیم که با تاسف پیش از اینکه رئیس جمهور یا او را توشیح بکنه یا نکنه او را به قوای قضاییه سپرد به سر محکمه و در او 8 موردی که اصلا بر ما قابل پذیرش نیست نوشته کرده بودن که اینا در تطابق با قانون اساسی افغانستان نیست و شما غیر قانونی و قانون اساسی افغانستان نقض کردین. در این حالت است که واقعا ما نماینده های ملت متاثر به این میشیم که کار اگر ما میخواییم کار را بر مردم خود انجام بدیم با تاسف در تقابل با رئیس جمهور قرار میگیریم، در تقابل با قوای اجرایه قرار میگیریم. ما میبینیم که امروز مشکلات بسیار زیادی در ارگان حکومتی افغانستان وجود داره. اگر ما بخواهیم اصلاحات بار بیاریم مشکلات را حکومت بر ما ایجاد میکنن. ببینین یکی موضوع کاریابی، ما ده ها نفر خود در مرز ایران که مرز پشمکی که از فرا تا ایران است ما ده ها نفر خود از دست دادیم و این بار اول نیست، شاید بار آخر هم بار اول نیست، بار آخر هم نیست. و حکومت ایران یک حکومت است که واقعا یک حکومت دیکتاتور است. او در غم افراد جامعه خود نیستند، در غم کسایی که تابعیت خودشان داره نیستن. میبینیم که به انواع مختلف مثلا در مقابل مردم خود به چی شکل موضع گیری میکنن و به چی شکل حرکت های مدنی از اونا را سرکوب میکنن. او در فکر افغان نیست که از مرز تیر میشه به هر شکلی که باشه او را از بین میبره. میگن که اینا قاچاق برای مواد مخدر است، به این فکر نیستن که اینا اشخاص غریب و بیچاره هستن که بعد استفاده میکنن به کشور ایران. حق کشته شدن مردم ما را اونا، کشتن مردم ما را ندارن. اینمی ببینین در این مورد حکومت خاموش مان، صدای خود بلند نکرد. ما از رسانه های محترم تقاضا میکنیم که این موضوع را فشار بیارن سر عرصه نهاد دولتی افغانستان، هم سر پارلمان افغانستان، هم سر حکومت افغانستان که بالاخره وزارت خارجه افغانستان و در رأس حکومت خود ریاست جمهوری بشینن صحبت کنن، تصمیم بگیرن با
کشور ایران بالاخره این موضوع را حل بسازد. تشکر خانم ایبی. خب استاد به طور کوتاه میخوایم بحث جنبندی کنیم. خب اینجا گفته میشه در افغانستان مشکل دیگه ای وجود داره که قرار گرفتن افراد در راس ادارات است. خب حالا وزارتخانه میگن که وزیر پستش سیاسی است و مشکل نیست، اما شما را به باور هستن که با وجودی که پست سیاسی است اما باز وزارتخانه است کجا شخص مسلکی و شخصی که رابطه خوب با دنیا داشته باشد ضروری است. مثال میتونه وزارت کار و امور اجتماعی ده میگن که کسی اقتصاددان باید می بود و در کنار از این رابطه خوب با کشورهای دنیا می داشت، کم پالیسی می ساخت و هم با یا زبان مشترک پیدا می کرد که تا بتانه زمینه کار از داخل و بیرون برای افراد پیدا کنه. چقدر با این حرف شما موافق هستید؟ قربان شما، من فکر می کنم که عمدتاً مشکل ما عمدتاً مشکل پالیسی عمومی اقتصادی است. ما یک مشکل هم با استراتژی انکشاف ملی افغانستان داشتیم که متاسفانه که وقت سال گذشته ختم شد. ما همین لحظه که شما شدیم یک کشور سنگ دارای استراتژی انکشاف ملی نیستیم و تمامی به اساس تصمیم شورای وزیران و بعض تصمیم سیاسی گرفته میشه. در این درون ازی ما دارای اشتباهات استراتژیک شدیم. این اشتباهات استراتژیک چی از لحاظ ساختاری خود دولت که شما گفتین بعضی گپای نامشه گرفتین و بعض جای دیگه که ما میتونستیم در اقتصاد کار بکنیم. ببینید که ما عمدتاً در پالیسی ها شعارهای معین تعیین میشه. بله. مثلا ما شما در زمان قبل از انقلاب اسلامی یک شعار داشتیم که رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان بر اساس رشد و صنایع ثقیل، یک اشتباه استراتژیک بوده. این ادامه که اومده تا 1371 71 ما شعار نداشتیم و بعد مال که اومدن ما رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان بر اساس صنایع ثقیل هم تو اندازه گرفتیم و در حد نو رشد تجاری رو مطرح کردیم. از سال 2004 به بعد ما یک نو تصادم سرمایه تجاری و سرمایه صنعتی را خودآگاه و ناخودآگاه می‌بینیم. بسیاری از سرمایه تجاری ما باعث سربریدن سرمایه صنعتی شده بدون اینکه خودشان بفهمند. معنا داره که ما در اثر سیاست‌ها و پالیسی‌های محکمه که بعد از طریق مالیات و از طریق محصولات گمرکی می‌آورد، سیاست مالی مخصوص سیاست مالی رو به وجود می‌آوردیم و این سیاست مالی بازدارنده می‌بود. تمام اشتباهات است که صورت گرفت. بازدارنده می‌بود. نه بلد. شما این مرکز از یک تعدابش است، چیزهای دیگه خواهی است. ما می اگر ما بازدارندگی می‌کردیم توسط سیاست‌های اساسی مالی خود و با درقت بازدارندگی میگم از ورود او کالایی که در داخل ما تولید میکردیم، علاوه از اینکه کارگر شما نمیگروخت، علاوه از اینکه شما در تولید واردات نمیداشتین و 6 میلیارد و 786 میلیارد افغانی دلار وارد نمیکردین، تنها 300 میلیون صادر نمیکردین و 96% کس بیلانس تجارت نمیداشتین، شما حال یک برازندگی خاص میداشتین. استاد یک سوال دارم اگر کوتاه جوابتین، چون وقت پوره است، اما این سوال به ذهن من گشت که خب وزارت مبارزه با مواد مخدر میگه که ما وزارت پالیسی ساز هستیم، وزارت کار و امور اجتماعی میگه که ما وزارت پالیسی ساز هستیم، اما سوالی که در ذهن ما پیدا شده که وزارت اقتصاد باز خیر چی میگه؟ من میگم که تمامی دولت میگه ما پالیسی ساز هستیم، یک نوع اشتباه تیوریکی وجود داره. آقا وزارت اقتصاد دقیقا پس چی میگه؟ من میگم دولت میگه مشنوه، ما در نظام دکتر هم شده، ما در نظام مارکت عمدتا نظریات داریم. نظریات آدم اسمیت است که هیچگاه در بازار مداخله نکنین، ولی نیو لیبرالیسم که 1946 به بعد آغاز شده که وقتی کینز است که فوت شده تا امروز که آنش فریدمن کار میکنه، فریدمن 2006 فوت شده کشتن، ضرورت مداخله دولت به منظور سمدی سرمایه، به منظور ایجاد مایه سکتور خصوصی تا حدی که بتونه سکتور خصوصی رهبری دولت در اقتصاد انجام بده ضروری پنداشته میشه، ضروری است. بله. ولی که دولت نمیکنه، معنا داره که اشتباه وجود داره، معنا داره که سوء تفاهم سر تفسیر از امی قانون اساسی است. بیرم من نکستا سن چپدی باسکم گردون کور مودان استاسو لیدین کنم، من نکم چتر دیدم زمون ملتیا وکړه تربیه ده خپل بابا.